در ابتدا درباره انتخاب نعیم قاسم به عنوان دبیر کلی حزب الله لبنان بپرسیم. اگر بپذیریم که جمهوری اسلامی به اعمال نفوذ کرده در انتخاب نعیم قاسم، به ما بگید ما شاهد چه تحولی در حیات سیاسی این گروه خواهیم بود؟ بله، آقای نعیم قاسم در واقع تا اینجای کار ظرف سالهای گذشته در شاخه نظامی حزب الله نفوذ زیادی نداشته، یعنی اون قضایای اون مسائلی که نظامی هستش، امنیتی هستش، از طریق این آقا و بین ایران و حزب الله یا بین ایران و لبنان هماهنگ نشده و به خاطر همین هم بود که در اولویت اصلا اسرائیلی ها قرار نداشت که اینو بزنن. الان با توجه به این که رهبر حزب الله و نفری که احتمال زیاد قرار بود جانشینش بشه، یعنی پسر خالش، هر دوی اینها کشته شدند، از کسانی که معروف هستند برای مردم، حالا چه طرفداران حزب الله چه لبنانی ها به طور کلی، از کسانی که معروف هستند و قابل قبول هست برای این طرفداران که رهبری این حزب رو و این میلیشیا رو به عهده بگیرند، کس زیادی باقی نمونده. این آقا به نظر میاد که معروف ترین کسی بوده که برای اینها باقی مونده. حالا چرا ایران نیاز داره به معروف ترین کس؟ به خاطر اینکه کنترل این گروه از طریق کسی که مردم حالا میشناسن، طرفداران این گروه، سربازان این گروه میشناسن، آسان‌تر خواهد بود تا اینکه مثلا یه نفری رو که نمیشناسن تا اینجای کار پشت پرده بوده بیاد و رهبری رو به عهده بگیره. نه تنها مقاومت احتمال داره بین اعضای این گروه اتفاق بیفته، بلکه حتی احتمال ناامیدی هم بشه که ببینید ما دیگه رهبران معروفی نداریم که اومدن کسی رو که یه شبه در واقع کسی نبوده، یه شبه اومده رهبر ما شده. و این بسیار مهم بود برای ایران اینجا و برای خود حزب الله که بیاد کسی رو که شناخته شده هستش در واقع در رأس رهبری قرار بده، با وجود اینکه ما میدونیم و خود اینها هم میدونن که آقای قاسم در واقع کسی نیست که بتونه کنترل نظامی داشته باشه یا کنترل عملیاتی بر حزب الله داشته باشه. برای این هدف ایران و هدف بزرگان حزب الله از این انتخاب این نیستش که رهبری عملیات رو به عهده بگیره و به خاطر همین هم هست که حضورش اصولا در لبنان یا از عدم حضورش احتمالا فرق چندانی نمی کنه. یعنی حتی اگر واقعا در ایران هم باشه، الان با توجه به اینکه این آقا دستور مستقیم حملات رو نمیده، در اون درگیری ها به طور مستقیم نقشی نداره، بنابراین حضورش در لبنان هم مهم نیستش و حضور سمبولیکش به عنوان رهبر اهمیت بیشتری از حضور عملیاتیش در جبهه داره.